اصولا وقتی که از طریق علم پزشکی میخوان سلامتی رو تعریف کنن صرفا تعریف سلامتی رو بر حسب عدم بیماری به خصوص بیماری که قابل تشخیص از طریق تجهیزاتی که در پزشکی دارن تشخیص میدن منتها خب از طریق علم طب کلنگر و یا طبیعی گرمانی و غیره ما سلامتی رو یک سفر میبینیم و اگر بتونیم از پیشگیری شروع کنیم و جلوگیری بکنیم از اینکه به اون مراحل مختلف که رنگ سیاه قابل تشخیص توسط پزشکان برسه خیلی میتونیم سه اثرمتی بیشتری بهره ببریم یکی از مواردی که خیلی مطرح امروزه مشکلات قده تیروید هست و خب خیلی از عزیزان به پزشک رجوع میکنن یه سری آزمایش های بالینی و یه سری آزمایش های خون انجام میدن و اگر اون درجات و اون عدد هایی که توی اون نتیجه آزمایش میاد به اون مرحله ای نرسیده باشه که قابل تشخیص و یا قابل تعریف باشه از نظر اینکه مشکل تیروید داشته باشن به این اشخاص میگم شما مشکلی ندارید. در صورتی که خیلی از علائم هست که اشخاص اگر داشته باشن میتونه نشونگر این باشه که قده تیرویدشون احتیاج به کمک داره حالا ممکنه به اون مرحله ای که احتیاج به داروهای شیمیایی داشته باشه نرسیده باشه و چه بهتر که ما بتونیم جلوگیری بکنیم علائمی که معمولا برای غده تیروئید میشه شناسایی کرد یکی از مهمتریناش خستگی خیلی زیاده خستگی مفرطه یکی دیگه اینکه پوست خشک میشه پوست بدن خشک میشه یا اگر قبلا خشک نبوده میبینیم وقتی خشک شده یعنی یک علامتی داره بدن به شما میده یکی دیگه اینکه دست و پا و بدن سرد میشن یکی دیگه اینکه شخص دچار یوبوست میشه بعضی موقعها دچار ریزش مو میشن و حتی قسمت خارجی ابرو شروع میکنه به ریزش انرژی کم میشه و خواب یه مقدار مختل میشه و میل جنسی و تواناییهای جنسی کم میشه و در بعضی از اشخاص حافظه و تمرکز بسیار کم میشه و در بسیاری از اشخاص اضافه وزن میاد و جوری که اضافه وزن رو میتونیم به درستی شناسایی کنیم که مربوط به قده تیروید هست اشخاصی هستن که اگه توجه بکنین بدن شبیه گلابی میشه یعنی خیلی از اشخاص هستن که میبینیم بالو تنشون دو سایز حتی سه سایز از پایین تنشون کچکتره یعنی درست شبیه گلابی و این باز نشون دهنده این هستش که قده تیروید میتونه احتیاج به کمک داشته باشه اگر از تمام این علائمی که من گفتم البته علائم بیشتری هم هست ولی اگر همین علائم رو شما حداقل سه تاشو داشته باشین شاید بد نباشه که اگر پزشک شما به شما گفتن که مشکل تیروید ندارین با یک متخصص تغذیه یه تجه نظر بکنین و شاید یک مشاوره که پیشگیری بکنین از اینکه به اون مرحله قابل تشخیص توسط پزشکان نرسه همیشه پیشگیری بسیار بهتر و راحتتر از مالجه و درمان هستش